خب سلام دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه الان ماه اکتبر سال 2019 هستش و در اکوادور اتفاقهای افتاده که خیلی از دوستان نگران شدن با من تماس گرفتن چند ماه پیش هم توی ونزوئلا یک مقداری شلوغ شده بود خیلی از دوستان با من تماس گرفتن و سوال میکردن که آقا چی شده چه اتفاقی میخواد برای ونزوئلا بیافته رئیس جمهور اینجوری شد اونجوری شد چی میشه و در رابطه با اکوادور هم به همین صورت برنامه امروز من به این اختصاص دادم که در یک مدت خیلی کوتاه و خلاصه براتون توضیح بدم که معمولا وقتی اتفاقهای عجیب غریب تو دنیا میفته جنگ میشه مثلا همین دو سه روز پیش میدونید که در عراق برای سر همین قضیه اربعین حتی حکومت نظامی شد و تو بغداد شلوغ شد و در پایتخت عراق 180 نفر کشته شدن با تفنگهای دورزن و حتما اخبارش رو شنیدید که حالا بعد نمیدونستن مردم اربعین رو برن نرن چیکار بکنن و نزدیک یک هفته در عراق حکومت نظامی بود میدونید که همین یک ماه پیش یعنی در ماه سپتامبر در هنگ کنگ شلوغ شد و تو خیابون چه کشت و کشتا رو بزن بکشی را افتاد و مسائل این چنینی که حالا سیاست های بود میدونید که امسال سال 2019 سالی بودش که انقلاب جلیق زردها در فرانسه صورت گرفت و هر شنبه خیابونای پاریس زیباترین پایتخت جهان دچار درگیری و به بکش بود و مردم تو خیابون همگر میزدن می میکردن می چقدر فیلم از پلیس درآمد که پلیس به مردم حمله کرد و از اینجور مسائل حتما میدونید که در سال 2019 اتفاقای این شنینی در دنیا خیلی زیاد افتاده ولی واقعیتش اینه که شما وقتی تماس میگیرید با آدمای اونجا میبینید اون چیزهایی که میشنوید با اون چیزهایی که تو اخبار گفته میشه از زمین تا آسمون فرق داره حتما میدونید که دقیقا روز چهار اکتبر یعنی همین چند روز پیش عراق مشکلات خیلی زیادی رو دست و پنجه نرم میکرد و این کار رسید به ترکیه و الان ترکیه اعلام جنگ کرده با سوریه و هواپیماهاش رو فرستاده و مسائل اینچنینی پیش اومده و آمریکا سوریه رو عضو میخوام ترکیه رو تهدید کرد که اگر که پاد دخالت کنی تو سوریه من اقتصادتون نابود میکنم ولی در حال حاضر میبینیم که ظرف چند روز گذشته بمباران های زیادی رو ترکیه ارتش ترکیه در سوریه انجام داده به خاطر مثلا پککه و مبارزه با کورت های دموکرات عراق حالا شما اگر الان با دوستانتون با آشنایانتون توی ترکیه تماس بگیرید بگید آقا چه خبر ترکیه جنگ شده بهشون نه تو استانبول مردم همه دارن راه میرن دارن زندگیشونو میکنن تو آنکارام همینطور چون من هر روز با دوستانم در کشورهای مختلف در تماسم الان با بچه ها تو عراق تماس بگیرید تو اربیل تماس بگیرید یا کسایی که رفتن برای مراسم اربعین تماس بگیرید بهشون میگید آقا چه خبر بود حکومت نظامی شده بود 180 نفر تو خیابونا به آمار اعلام شده خود دولت عراق مردن چه اتفاقی افتاده به شما یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی داره میگذره اون موقع هم که ونزوئلا شروع شده بود همینطور بود خیلی میکردن بعد از ایران به من زنگ میزدن آقا دیکتاتور رو برداشتن به ما گفتن که رفت ما دورو نه آقا هستی سر جاشه حتی من از خیابونای کاراکاس رفته بودم فیلم گرفتم برای دوستان فرستادم که آقا این خبری نیست یه جاهای شهر شروع میشه الان هم تو اکوادور یه همچین حالتیه داستان اکوادور به چه صورته رئیس جمهور قبلی اکوادور آقای رافائل کورریا یک شخص سوسیالیستی بود از دوستان چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که خب دزدیای خودش رو کرد و حتی خودش رو میخواست رئیس جمهور دائمی اکوادور بکنه مثل کاری که چاوز کرد یعنی یه جورایی اومد قانون اساسی رو تغییر داد که خودش رئیس جمهور دائمی ونزوئلا کرد حالا تا زمانی که مرد ولی فی واقع با اینکه رای بود ولی همیشه چاوز رئیس جمهور بود رافائل کار... کرا اومد یه همچین کاری بکنه و خودش رئیس جمهور دائمی بکنه اما طبقه تحصیل کرده اکوادور پزشکان مهندسین کسایی که دنیای آزاد رو میشناختن چنین چیزی رو قبول نمیکردن و در نهایت با کلی جدال و دردسر رافائل کوررا رو بعد از 14 سال ریاست جمهوری اومدن گذاشتنش کنار و شخصی به اسم لنین مورینو رو انتخاب کردن که عکسش حتما دیدید و تنها رئیس جمهور دنیا هستش که مشکل فیزیکی داره و بر روی صندلی چرخدار میشینه ایشون از سفرای اعضای معلولین سازمان ملل هست و ایشون شخصی که به ایران هم سفر کرده چون در زمانی که آقای رافائل کرها رئیس جمهور بود ایشون معاونش بود مدتی و ایشون به ایران هم سفر کرده و انسان بسیار بازی هست دیدگاه آزادانه داره دیدگاه خوبی داره و اقتصاد اکوادور رو این آدم توی این ظرف این چند سالی که اومده تغییر داد روابطش رو با آمریکا گرم کرد تونست تروریستای کلمبیایی و اون گروه مشهور به فارکو که تروریست هستن از مرز اکوادور دور کنه امنیت رو به اکوادور برگردوند اما عقاید سوسیالیستی را قبول نداشت لذا آمد این کارهایی که چاوز و کرها و الان مادورو دارن انجام میدن نمایش هایی که طرفدار فقرا هستن به فقرا میخوان کمک کنن به گدا میخوان کمک کنن خونه مجانی بدن غذای مجانی بدن سوبسیدای الکی بدن و برداشت و گفت آقا همت کنید کار کنید دنیا دنیای اقتصاده این که شما تو خونتون بخوابین دولت بیاد به شما غذا بده معنی نداره و این حرف برای خیلی سنگین اومد چون مردم آمریکای جنوبی رو شما وقتی نشناسید نمیتونید بگید که چون عراق شلوغ شده 180 نفر مردن پس آمریکای جنوبی هم شلوغ میشه خیلی خطرناک میشه اتفاقا اینجوری نیست تو آمریکای جنوبی تظاهرات تفکر مردم شکل کارها اعتراضات خیابانی با اون چیزی که تو مملکت ما و توی همسایه ما تو آسیا اتفاق میفته خیلی فرق داره اینجا تو تظاهراتشون شما میری تعجب میکنی میگی این تظاهرات یا پارتیه مردم جمع میشن تو خیابان میزنن میرقصن گیتار میزنن خانوما برهنه میشن یک ادا و اصولایی در میارن که فیلماش تو یوتیوب هست حالا من سعی میکنم یه سری لینکاشو زیر این ویدیوی خودم بذارم که شما بتونید ببینید که اینجا توی تظاهرات چی کارا میکنن از پارتی و مهمونی بیشتر بهشون خوش میگذره لذا این تفکر که چون عراق شلوغ شده 180 نفر مردن بنابراین اکوادور اگر شلوغ میشه لابد سقوط میکنه یه اتفاقی میفته در حالی که در آمریکای جنوبی یه فرهنگ عجیب غریبی داره اینجا سالهاست که این کشت کشتارها و این اتفاقهای جنگی نیفتاده مردم آمریکای جنوبی مردم آمریکای لاتین اصولا فرهنگ جنگیدن ندارن مردم جنگجویی نیستن تو این کشورها از زمانی که سیمون بولیوار اومد اینجا یک انقلابی انجام داد و کشورها رو آزاد کرد جنگ آنچنانی اتفاق نیفتاده اینجا جنگ ها اکثرا یک جنگ های موقت داخلی است که ممکنه بیاد مثلا یه چیزی رو تغییر بده که آخریشو مثلا ما تو شیلی و پرو تو زمان دیکتاتوری پینوشه داریم یا در زمان نوریگا رئیس جمهور پاناما که اومدن آمریکایی شبونه گرفتنش بردنش لذا این اتفاقا اینجا یک مقدار نادره و شکلش و قضیهش با اون چیزی که ما در ایران میبینیم یا در آسیا میبینیم یا در عراق میبینیم یا در افغانستان میبینیم اون بمبگذاری ها اون تشکیل اصلا فرق داره داستان اکوادور چی بود و چرا این اتفاق افتاد خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم اینجوری بودش که این آقا اومد آقای لنین مورینو اومد گفت آقا این داستان گدا بازی رو جمع کنید که دولت بره دم در خونه به مردم یارانه بده غذا بده سوبسید بده بعد اقتصاد اقتصاد باز باشه رو با آمریکا خوب کرد اکوادور چندین ساله که جزو کشورهای توریستی منطقه است کلی توریست میاد اقتصادش تغییر کرد اقتصادش دلاریزه شده واحد پولش دلاره و یکی از کشورهای خوب و شناخته شده در آمریکای لاتین شد گروه رافائل کوریا که سالها دزدی کرده بودن به مردم هم غذای مجانی و خونه مجانی میدادن یه گوشه از دوزدی ها میدادن به مردم خب الان بیکار شدن الان بیکار شدن و بهشون فشار آمده و دلشون میخواد قدرت رو بگیرن از روزی که قدرت رو گرفت خب شروع کرد بر علیه لنین مورنو هر صدر که این آمریکاییه مردم اینجا هم ذاتا ضد آمریکاییان هم. همون چیزی که تو ذهن ما تو ایران میکنن دشمن 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 شرایط حاد کنونی شرایط حساس کنونی همین داستان هم اینجا هم هست و اینا اومدن اینکه که آقا اینا دشمنن اینا آمریکا میخواد پول ما رو ببره الان لنین مورنو میخواد پول نفت ما رو بده به آمریکاییا به خاطر همین دیگه به شما غذای مجانی نمیده به خاطر همین دیگه به شما پول مجانی نمیده به خاطر همین دیگه به شما یارانه نمیده و این داستان ها رو درست کرد که یواشواش بتونه دوباره برگرده سر قدرت سر دزدیش جمعیت تحصیل کرده اکوادور رافایل کورار دوست نداره ولی جمعیت فقیر اکوادور مخصوصا سرخپوست های اکوادور رافایل کررار خیلی دوست دارن و لنین مورنو رو میگن نه این نوکر امریکایی این دست نشان دست از این حرف بنابراین لنین مورنو اومد یک دوره اومد سوبسیدا رو برداشت گفت آقا بنزین باید قیمتش آزاد باشه قیمت جهانی باشه قیمت تاکسی قیمت اتوبوس اتوماتیک یکم رفت بالا خب اتوبوس ها و تاکسی ها یک مقداری اعتراض کردن یک مقداری شورش کردن و داستان یک ماه دو ماه پیش از همینجا شروع شد و اینها یواش شروع شد تا اینکه اومد گفت آقا یارانه ای که به سرخپوستا میده معنی نداره سرخپوستا باید کشاورزی کنن زحمت بکشن این از دو ظرف سه چه چهار روز آینده ریختن توی خیابون اینها که ریختن توی خیابون دو تا اتفاق جالب افتاد یکی اینکه آقای رافائل کوررا اومد ونزوئلا با آقای مادورو صحبت کرد گفت آقا ما دو تا سوسیالیست هستیم دوست قدیمی بودیم چاوز خیلی به ما کمک کرد ما خیلی به چاوز کمک میکردیم الان این نوکر دست نشونده ای آمریکا آقای لنین مورینو اومده قدرت رو دستش گرفته و نمیذاره ما دو تا دوست باشیم اکوادور رابطهش رو با ونزوئلا ریخته به هم و الان ونزوئلا یار دیگه ران نمیده اکوادور در حالی که ما با هم دوستیم الان دیگه نمیتونیم به قول معروف دزدی کنیم شما بیا به ما کمک کن که ما دوباره قدرت رو به دست بگیریم و من در انتخابات سال آینده بتونم دوباره رئیس جمهور بشم من به مشکل اقتصادی ونزوئلا کمک میکنم همونطور که قبلا چاوز به ما کمک میکرد ما باید ضد آمریکایی بمونیم ما دوستان خوبی هستیم ما جفتمون قربانی هستیم و مادورو هم برگشت بهش گفت باش آقا ما با همیم در همین حوادث و درگیری ها اومدن یک تعدادی آدم هایی که توی خیابون های اکوادور تو همین دو روز گذشته چون تظاهرات این منطقه اکثرا با گیتار و موزیک و رقص و بزن به رقص تو خیابون متوجه شدن یک عده ای در حال شکستن شیشه ماشینا هستن یه عده ای در حال دزدی هستن اینا رو شروع کرد پلیس دستگیر کردن وقتی دستگیرشون کرد متوجه شد اکثرشون ونزوئلایای بدبخت بیچاره‌ای که برای کارگری به اکوادور رفتن لذا متوجه شدن که خب اینها حمایت شدن به اینها پول داده شده که در تظاهرات اختشاش ایجاد کنه لذا لنین مورینا گفتش که هر اکوادوری که دستگیر شده میتونه تعهد بده و آزاد بشه و ما حتما به کارش رسیدگی میکنیم ونزوئلایی که دستگیر شدن رو همه روانه زندان کنیم و نمیذاریم این آزاد بشن به خاطر اینکه این تحریک داره از طریق ونزوئلا انجام میشه و رافائل کرا میخواد قدرت رو دوباره به دست بگیره از نظر شخص من واقعیت هم همینه امروز که دارم با شما صحبت میکنم تظاهرات در اکوادور خوابیده همه برگشتن خونشون و این عادی عادیه تو آمریکای جنوبی این صحنه ها رو بارها میبینید به خاطر یه تظاهرات تو آمریکای جنوبی هیچ دولتی عوض نمیشه و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته و همه چی حالت رو پیدا میکنه مردم اینجا دوست دارن وقتی کار ندارن بیکارن بیان بیرون برای روز جهانی مایو تظاهرات میکنن برای روز جهانی شنا تظاهرات میکنن برای روز جهانی کودک تظاهرات میکنن و تظاهراتشون براشون تفریحه اصلا شبیه به این که مثلا شما فکر کنید چهار روز پیش اول اکتبر یا روز اربعین در عراق 180 نفر رو با تیر زدن حالا یه سریشون مردن میگن نزدیک صد نفرشون مردن و اصلا این شکلی نیست بنابراین واقعا تظاهراتی که تو آمریکای جنوبی میشه عادیه و یک حالت اجتماع دورهمی برای مردم داره یک حالت گردش آخر هفته است که به مناسبت روز فلان مثلا همین چند وقت پیش به خاطر همجنسگرایی اومده بودن تو خیابون که آقا همجنسگرایی رو آزاد کنید کلی هم جشن گرفتن کتککاری هم شد یه عده مخالف بودن بودن کتکشون زدن یه عده اونجا زدن رقصیدن میخوام بگم که اینجا این جور وقتی ها وقتی به تو تلویزیون که آقا تظاهرات شده اینها اینها بیشتر داستانهاش همین گرد همایی اجتماعی هستش که مردم خودشون برگزار میکنن این سری برای اولین بار توی چهل سال گذشته در اکوادور خرابکاری و دزدی هم شد و همونطور که ارز کردم تعدادی رو که دستگیر کردن یک مشت آدم های دربداغون بی سواد و از این ونزولایی هایی بودن که اومده بودن اکوادور برای کارگری و اینها اسناد و مدارکی پیدا کردن که اینها رو بهشون پولی دادن که برای این کار بیان که بتونن دولت رو سرنگون کنن یا انتخابات زود هنگام بیارن که بتونن قدرت رو از دست لرین مورنو بگیرن لرین مورنو آدم بسیار تحصیل کرده است، آدمی بسیار با عقاید بازی است و برعکسش رافائل کرا شخصی بسیار سوسیالیست، دیکتاتور و میلیون ها دلار از ایشون لو رفته در اسپانیا در حساب های آمریکا که حتی آقای مورنو تصمیم گرفت که از ایشون شکایت کنه ایشونو به دادگاه بیلون مللی کشوند اما به خاطر فشار اجتماعی و به خاطر اسم اکوادور که خراب نشه از این کار کوتاه آمد ولی در نهایت اختلاس هایی که گروه ایشون در زمان حکومت آقای کرا کردن مشخص شده خیلی هاشون الان در اسپانیا و در آمریکا در زندان هستند. و این همین داستانی که چاوز برای ونزوئلا به وجود آورد ولی متاسفانه طبقه فقیر وقتی که میبینن کسی بهشون غذای مجانی خونه مجانی میده ذهنشون تو همونجا کلیک میکنه ما همین مشکلات تو مملکت خودمون هم داریم همین مشکلات رو تو عراق هم داریم همین مشکلات رو تو افغانستان هم داریم یه مشکل جهانی است بنابراین من اینو خواستم خیلی خلاصه توضیح بدم چون نمیخوام ویدیوام طولانی بشه میخواستم بگم که این داستان که شما میشنوید در آمریکای جنوبی را میفته همین دیروز در پرو هم شلوغ شده بود در آرژانتین الان به خاطر مسائل حقوق و سیستم اقتصادی چند ماهه که تظاهراته تظاهرات و درگیری هایی که تو این کشور را میفته یک مقداری متفاوته خیلی زیاد متفاوت با اون تصوری که ما از تظاهرات و شلوغی داریم من دیدم اخبار بلون ملالی رو که میگفتن که آقا ونزوئلا یا رئیس جمهورشون رو پایین کشیدن کجا پایین کشیدن؟ شیش ماه پیش این همه خبر کردید این همه توی اخبار بلون ملالی گفتن آقا ترکید ونزولا منفجر شد حکومت و مردم به دست خودشون عوض کردن هنوز مادرو رئیس جمهور داره زندگیشو میکنه هیچ کسا میشه نداره شکل تظاهرات، شکل شورش ها، شکل گرد اجتماعی در اینجا خیلی متفاوته. پشت سرش یک نوع تفکر دیگه است اگر در ایران کارمندان هفتپه نشکر هفتپه و یا هبکو میان اعتراض میکنن که شش ماه حقوق نگرفتن درگیری میشه یه عدهشون رو میگیرن جرم سیاسی براشون میبندن یه سریشون رو کتک میزنن یه سریشون تحت تعقیب قرار میگیرن یه سریشون اخراج میشن یه سریشون ناپدید میشن اونها دلایلی که دارن و ام... به قول معروف اتفاقی که برای اونها افتاده کاملا متفاوته با این چیزهایی که تو آمریکای لاتینه تو آمریکای لاتین اگر که یک رئیس جمهور به مردم غذای مجانی، کوپن مجانی، بنزین ارزون، خونه مجانی بده، رئیس جمهور خوبیه. اگر که بهشون میگه کار کنید، زحمت بکشید، سختی بکشید، آدمای خوب باشید، جیبم دیگر نزنید، آدم بدیه. و به خاطرش مردم میان بیرون بعدم مردم میان بیرون چیکار میکنن میزنن بشکم میزنن میرقصن گیتار میزنن حالا من زیر همین ویدیو سری لینک های این تظاهرات ها رو مخصوصا مال ونزوئلا رو میزنم که شما بیاد ببینید خانما تو خیابون برهنه شدن دارن میرقصن پسر گیتارش رو ورده لخ شده داره با گیتار جلوی ماشین زده شورش تو ونزوئلا داره میزنه بله هم میشه هم میشه که به طور خاص در رابطه با اکوادور این چند گذاشتم این اتفاق افتاده بود که کردم خیلی که گرفتن شهروند عادی اکوادور نبودن و بیشترین جمعیتی که تو این تظاهرات چند روزه تو اکوادور شروع کردن سرخپوستا بودن یعنی اونایی که اکوادور هستن میدونن دیگه اکثرا همون ایندیهنا یا همون سرخپوستا بودن که اومده بودن شروع کرده بودن و میگفتن آقا جون ما چرا باید زیاد کار کنیم چرا سوبسیدای ما رو قطع میکنید چرا تاکسی رو میکنید چرا بنزین رو میکنید به خاطر اینکه عادت کردن به مفخوری چون سیستم سوسیالیسم عادت میده به مردم به مفخوری چون دولت میگه شما کار نکنید ما به جاش کار میکنیم میدیم شما بخورید و فی الواقع یه سیستم شکست خورده است چون شما تشریف بیارید ونزوئلا میبینید که هتل های پنج ستاره هیلتون و هایت و اینا رو گرفته کرده مدیریت دولتی از مسافرخونه مشخنبر کثیف‌ترن چرا چون دولت نمیتونه همه این سیستم ها رو مدیریت دولتی کنه و مردم ها بخواد با یه تیک نون با یه تیک برنج با یه تیک غذا سیر کنه اینها سیستم های شکست خورده است که متاسفانه سالیان سال در آمریکای لاتین این سیستم کمونیستی و این سیستم سوسیالیستی وجود داشته و الان یواش در حال ریختنه و خیلی کشورها عوض شدن شیلی پرو جز کشورهایی است که سوسیالیستی بودن کمونیستی بودن و اینها یواش یواش عوض شدن امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه من دیگه زیاد نمیخوام طولانیش کنم سعی میکنم در برنامه بعدی بیشتر توضیح بدم بدرود